این خودرویی که میبینید خودروی اقتصادی ایران خودرو و سایپا هست که قراره به صورت مشترک با هم تولیدش کنن. خیلی همین که همون رنوکویده، اما ترکیب چند پلتفرمه که رنوکوید هم یکی از اون گزینه ها بوده، اینو الان کارشناسش اینجا به من گفت. و این پلتفرم قراره بومی سازی بشه، یک خودروی هاچبک کراس لوکه که به گفته کارشناسا اینجا و قولی که به هر حال وزارت سمت داره قراره با قیمت زیر 200 میلیون تومان به بازار عرضه بشه. اگر فرض رو بر این بذاریم، این خودرو یعنی میاد یه جایی دقیقاً روی دقیقاً تیبا دو میشینه و همونجوری یعنی خب ظاهرش برای خیلی جذاب‌تر از تیبا دوه. گفتم یه خودرو هاچبک کراس لوک هست، یعنی هاچبکی که شبیه کراس اوور هاست. البته این نمونه پروتوتایپه، اصلا هنوز تولید نشده و همچنین می‌بینید کیفیت رنگ و اینا، همه کیفیت مونتاژ و اینا، چون می‌دونم تو کامنت می‌پرسین به خاطر این نمونه پروتوتایپه و روی پروتوتایپ اصلا نمیشه رنگ اصلی و اینا رو زد. این هم نمای عقبش، ابعاد و اندازش یه چیزی در حد همون تیبا هاچبک خودمونه، چون میگن که ظاهرا تیبا هم قراره با تولیدش دیگه خدافظی بکنن و از خط خارجش بکنن و میتونه جایگزین اون باشه. داره نسبتا جذابی داره، اما فقط برای یه خودرو هاچبک خیلی اقتصادی کوچیک. خود رنو کوید هم اصلا آش دهن‌سوزی نیست. خب این هم داخل خودرو اقتصادی سایپا و ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوید توسعه پیدا کرده. گیرباکس 5 سرعته دستی، موتور 1000 سی سی 3 سیلندر با قدرت حدود 75 اسب بخار و 100 نیوتن متر هم گشت آور. داخلش میتونم بگم برای خودروی هاچبک خوب طراحی شده. نظر من اینه که خوب طراحی شده. کسایی که از نزدیک رنو کوید رو دیدن و لمس کردن تایید میکنن که کیفیتش شاید حتی از تیبا هم ضعیف‌تر باشه. فکر می‌کنم نزدیک‌ترین چیزی باشه که نزدیک‌ترین ظاهری باشه که ما می‌بینیم قبل از عرضه. احتمالاً یه مقداری عوض میشه، هم طراحی داخلی هم طراحی بیرونی خودرو. باید ببینیم واقعا با چه قیمتی میاد بیرون. خب این هم پیشرانه خودرو هست، یکی پیشرانه 1000 سی سی 3 سیلندر ساخت ایران خودرو با قدرت 75 اسب بخار و گشت‌آور 100 نیوتن متر. قراره که وزن 770 تا 800 کیلوگرمی خودرو رو به حرکت در بیاره. به هر حال اصلا خودروی تیز و بزی نمیتونه باشه و فقط میتونه نیازگوی جوابهای شهری باشه. همینجور که میدونید اسم این پروژه با نام K112 اینجا رو نمایی شده. کا میدونیم که کد اول محصولات ایران خودروه. آرم وی که این جلو میبینید مربوط هست به شرکت بونرو از این مجموعه خود سایپا. این خودرو قرار در سایپا تولید بشه. ایران خودرو قوای محرکش رو داده، یک موتور 1000 سی سی 3 سیلندر که میتونه حدود 75 اسب بخار هم قدرت تولید بکنه. پلتفرم هم رنو کوید هست که توسعه پیدا کرده. این هم داخل خودرو. میگن که قراره این خودرو ظاهرش یه مقداری عوض بشه و الان دیگه یه مقداری اولد فیس شده، با یه ظاهر جذابتر و جدیدتر بیاد به بازار. چیزی که من حس میکنم اینه که یعنی مثلا حرفایی که شنیدم، چون ممکنه شایع باشه نمیتونم تاییدش کنم، اما چیزی که شنیدم و میگم بهتون، میگن که یه مقداری اختلاف نظر ظاهرا دارن سر این خودرو. ایران خودرو میگه خیلی از بخشاشو من دادم، یعنی گیربوکس و موتور و پلتفرم که 60% یک خودرو رو تشکیل میده و سایپا هنوز جوابی نداده. ولی عجیبه که سایپا فقط یک ماکت رو آورده برای رونمایی خودرو. این هم ماکتیه که حالا قرار بوده تولید سایپا باشه. ببینید همونجوری که من وقتی چینمان و غرفه رو نگاه میکنم احساس میکنم که این خودرو هم قرار بوده نمونه واقعیش بیاد اینجا، اما چرا نیومده و فقط ماکتش اومده؟ خب این خودش یک سواله. و اینکه یه مقدار احساس ما هنوز شفاف نیست این قضیه، دقیقاً مشارکت اینو به چه صورتیه، چند به چنده، کجا قرار این خودرو تولید بشه و یک سری از این مسائل. به نظرم اگر 1% مسئله وجود داره، حتما باید قبل از اینکه این خودرو وارد بازار بشه برطرف بشه تا در مورد چیزهای دیگه به مشکل نخوره. خب این هم خودرو سایپا هست
که قراره با این ظاهر ظاهرا عرضه بشه در راستای هم خودرو اقتصادی، البته فقط ماکت خودرو هست، البته میگن ظاهر خودرو هم قراره عوض بشه و یه مقداری جذابتر بشه، احتمالاً از چراغ‌های تفکیکی استفاده میکنن بر اساس ترند روز طراحی دنیا. خب اسم این پروژه K112 هست که معمولاً کد اول پروژه های ایران خودروی قبل از اینکه به بازار عرضه بشه و جلوش هم میتونید این لوگوی وی رو ببینید. این لوگو در واقع آرم شرکت بونرو هست که از این مجموعه شرکت سایپاس. هنوز دقیقا من نمیدونم که چه چیزایش رو قراره، یعنی میزان مشارکت چقدره. تا جایی که میدونم خب پیچرانه گیربوکس، یعنی در واقع قوای محرکه رو قراره ایران خودرو تامین بکنه و پلتفرم رو هم که از هر دو شرکت من پرسیدم گفتن ما آوردیم، نمیدونم دقیقا کدومشه و قراره که ظاهرا توی سایپا هم تولید بشه. بریم یه نگاهی به داخل خودرو بندازیم. حتی این خودرو یک نمونه هست.